خب سلام، خب سلام به همه دوستان خیلی عزیز، سلام به همه خوشگلای ایران زمین، عزیزای خوشمزه ما، زرش پلو با مرغ، زرش پلو با مرغ، مال علی درست کرد. بعد بفرمایید، اینم مرغم. حتما خود لنگولا این مرغ که من نشون بده، مرغ نشون میفته؟ نه. بیار نزدیک. نه بی اینطوری نشون بده. ببین چه مرغی شد. رو اینستاگرام چیزشو میذارم. برادش گذاشتم، اینستاگرام میذارم پایین به اکتشی فالو کنیم. اگر هم دیر رسیدین که اینستاگرام میذارم حتما به این حالیتش کردم. بله، اینم از قضیه خوشمزه ما. و البته ما این همه علاقی که ما با قابلمه آوردیم، اینا همه خودمونیه دیگه. همه بیدن که ما با قابلمه میدیم سر سفره، برو رو بشخواب بچین دوباره اون بلخواب که میخواد بشوره دنگ و فنگ. خب ما این موضوع رو انداختیم در باره یک چیزی با هاتون صحبت بکنیم که فکر کنم شما هم خیلی دوست داریم بدونیم. خب کلن ما توی خانوادهمون خیلی غذا کم میخوریم، بعد مثلا کم خوریم، ولی مثلا یه زمانی بود که خیلی غذا میخوردیم هممون، هم کشور، هم بابا، هم مامان، حتی هم من توی خونه همیشه به چیز غذا میخوردم و اندازه میخوردم، بقیه عرفان رو نه واقعا بیش از حد میخوردم، مثلا ریزه خاله داشتم. بعد عرفان حتی چیز بود، چند کیلو بودی تو؟ من 126 کیلو، من 126 کیلو بودم. یه روز جمعه بخواهی من روغن ریختم کفش، تو یه وقت روغن کم میریزی؟ نه همیتا دیگه هم طوری کلا میشه، نه هیچ اینقدر طور نمیشه صدا میدم. من ها روغن ریختی من بنازه متعقل سالاد هم بیار میارم. من یه روز جمعه اردی به هشت ماه خوب شد. خوشیدم گفتم که من میخوام یه لاغرش با قاشق غذا نمیخورم، دوستان میدونم. حالا که من چندمین بار بود که مثلا این تصمیم میگرفتم دوباره پشیمون میشدم، کسی باور نمیکرد. بگو خانم تو زبان چی گفت؟ میگم سه یکی یکی. خب کسی باور نمیکردش که مثلا من بخوام دوباره لاغرش، من بخوام لاغرش هم نداره فکرم برای هم یه خب بعد کسی باور نمی کردش، من فکرم نه به سر همیشه هست، گفتم نه این دفعه دیگه بود این چی میگن؟ یه هم اصلا هست که این به همه ملی با هم تو همه ملی فرق داره همچیزی میگن. بعد پاشدم و گفتم که من قضی نگم، از همون روز رژیم سر خودم رو شروع کردم. نهارو مثلا اصلا برنج و نونو که کلا حذف کردم برای 6 ماه کامل، که اصلا توصیه نمی کنم شما این کارو بکنید، همیشه شما اگر این کارو بکنید همه زیر نظر دکتر برید. بعد چقدر که برنج رو قطع کردیم؟ برنج و نونو کلا قطع کردم، خب خورش میخورم مرغ و اینا. بعد با شما که سنیشنیسه میخوردم و سالات. هر شب یه سه سالات چقدر میخوردیم؟ هر شب یه ماه؟ نه با هر شب 6 تا 6 ماه. خب خیلی جالب عکس شد، من رو ویدیو میذارم. خب زبان مرغ، زبان قاطعه، حتی مرغ زبان میرفتم ایران بودم، یه دختره اومد چیپس خریده بود و خواست داشت چیپس پخش میکرد مثلا به بقیه تعارف میکرد. بعد به من که رسید یه خانم توپال دیگه هم بود، هم کلاسی من مثلا اون 40 خورده سالش بود، مثلا من موقع شده دست دادم بود. بعد تا رسیدم بودم من نمیخورم، بعد خانم توپال گفت چرا؟ گفتم چون من رژیمم و خواهد باید کردم اینجوری کرد به من و باید خواهد باید همین پیش تو هم که شده میبینی که من لاغر میشم و الان که در خدمت شما هستم از وزن 126 کیلوگرم رسیدم به وزن 77 کیلو. حالا بایی شده بودم 80، رسیده بودم به 80-81 کیلو که توی این مدت که مامان که توی این مدت تا موقعی که فکرم تابستون ویدیو دیدین با مامان بلاک میگرفتم 81 کیلو، 80 یا 81 کیلو بودم. توی این مدت که مامان دوباره رفت دوباره خودم رسوندم به 77 کیلو. بعد همین دیگه، ولی رژیمم اینطوری بودش که سبوده نداشتم، نهار همه چی میخورم بغیر از نون و برنج و شامم
سالات میخوردم با شنیزه، ولی خب مثلا سالاتم با سس مایونز بگو مواد ریزشمو گرفتم. آه ریزشمو گرفتم، پدرم در واقع همین موهام ریخت، رفتم مزوتراپی، مزوتراپی هم جواب نداد. پادرم بیا محلول بیارم. بعد اینجا رفتم یه محلولی خریدم که بهشون دست. همه موهاش داره میمیزه. سرش کچرش به خاطر رژیم غیر اصولی بود. اگه از نظر دکتر بود 100 درصد اتفاق افتاده بود که یه محلول با یه محلول آجی. من خواستم زود دارم. آقا ما ظالما سفید هسته. اگر می‌خواستم که برم چیز، اگر می‌خواستم برم دکتر طول می‌کشید. من می‌خواستم سریع به وضع دلیل شما اصلا کار نکنم. مثلا که سنتون بالاست. من این محلول گرفتم. حالا همین الان اسکرین شات ازش بگیرید که داشته باشین. 1 2 3 این محلول من رفتم گرفتم، مزوتراپی جواب نداد، جلسه 500 هزار تومان تو من مزوتراپی میرفتم که جواب نداد. من الان اینو اینجا به پول ایران میرم 1 میلیون به پول ایران که حداقل 2-3 ماه دارمش و واقعا جواب میده. حالا طریقه استفادهشم الان میام بذارید بازم سر جاش میام. تمام شده. دیروز خواستم این داروخونه، داروخونه بسته بود. آره بچه‌ها خلاص 120 کیلو خیلی چاله. عکس رو ویدیو گذاشتین ببینید. خیلی چاپ. طریقه استفادهش، طریقه استفادهش اینطوریه که شما باید چیز کنید، باید برای مدت 1 سال هر روز استفاده کنید. بعد از که بعضی مدت 1 سال یا 6 ماه بسیاری داره به موهاتون استفاده کردین، باید چیز کنید. بعد مثلا میتونید قطعش بکنید، مثلا بکنید هفته دو بار. ولی اگر اینو استفاده کنید بعد یه قطع کنید، ریزش موتون 2 برابر میشه. پس مطمئن باشین، به ارادتون مطمئن باشین که حتما میتونید استفاده کنید از این. بعد برید اینو بخرید، چون اگر یک دفعه قطعش بکنید بعد سر موتون میاد که دیگه پشیمون خواهید شد. آره از تو این مدت من شد ارسون به 6-7 ماه طول کشید، خیلی لاغر شد و آیه پیش رفت تا که ماش ریخت و هم درست شد. و خب منم که من هیچ وقت چیزی نمی کنم، مثلا ریزه خوار نیستم، نهارم رو میخورم، شامم هم میخورم، ولی مثلا از شونه بینش نمیخورم، ولی مثلا 6 بعد از ظهر دفعه خیلی گشتم شد یا 2 تا بیسکویت میخورم یا برگه زردالو میخورم، سعی میکنم چیز پرکالری دار نخورم. بعد اینکه شاید غذا رو با چنگال میخورم. الان من برنج میخورم، غذا میخورم، ولی شام همیشه حاضری میخوریم با علی. من اصلا شام نمیتونم برنج بخورم به هیچ عنوان. آره شام حاضری. بعد اصلا به حال ممکنه من شام بخوام برنج بخورم، به حال اصلا. ولی برنج نهار میخورم به اندازه که سیر بشم، محدودیت نمی کنم برای خودم. ولی شام نه، شام دیگه چی بشه، جشن بگیریم ماهی دوبار شام مثلا پاستا درست بکنی که اونم باز بعدش میخوریم به غلط کردن میتونی چقدر سنگی. بعد تازه اون طبیعی که من رژیم بودم اصلا شیرینی هم نمیخوردم، اصلا یعنی حتی مثلا یه پرم نه ها، مثلا نکنیستم گیم چیپ دی و این چیز اصلا نداشتم. من حتی یه پرم من نه شیرینی خوردم تو اون باید که رژیم بودم، نه برنج خوردم، نه نون. ما یه عمل دیپلماتیک انجام داده بود تو ورداگرام، گفته بود اون رو نگم براتون. حالا مامان با جوزت بسید نه داد کنم دیگه تایم به بلاگ میرفت بالا موقعی که مامان اول دیپلماتیک رو انجام نده. اون موقع خیلی همه انجام میدن پیکر تراشی بود، بعد خیلی آسون بود اصلا عمل نمیشه بهش گفت عمل. میرفت تو اتاق میمدی بیرون هیچی خلاصه اونو خودم اگه اندازه میدونم واقعا من استرس کشیدم. من بچه بودم نمیدونستم، خیلی مثلا خونابه بود، بعد خیلی سخت بود. بعد با من گل میبست، خیلی خطرناک. من هیچ تأثیری هم نداشت، هیچ تأثیری هم نداشت. بعد نه مامان تو به تو تو به جرأت این کار رو انجام دادی، این عمله. و دیگه از اون بعد همین دیپلماتیک واقعا دیگه من پیش بودم بودم هیچ کسی همین دیپلماتیک اون که نمیشه گفت عمر لاغری نیست، پیکر تراشی خیلی قشنگ میشه و خیلی خطرناک بود. من لاغری موافق نیستم اصلا. زرشکم هم تموم شده، این آخراش نتستم زیاد، چون همیشه به این موضوع تحتیز دارم که زرشک پلو یعنی زرشک پلو، نه که من 2-3 تا زرشک اشانتونی بریزی روش. زرشک پلو یعنی باید بریز زرشک باشه، برنج و زرشک. بعد یا فقط 2-3 تا دونه زرش اشانتونی میریزن از خود. الان احساس میکنم که مالنم اشانتونی شده. امروز انقدر مسخره کردن سر خودم اومد. آره اشکال نداره. تدیگو برای توسیه تزکیشو تدیگو گفته بودم. نه 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 بده آمتشش رو. من
داشتم استوری میگرفتم تو استوری ها حتما هم گذاشتم ببین ببینید اگر هم دیر رسیدین حتما هایلایتش کردیم اول ویدیو گفتم همین چیزه بچه ها توی لیوان آرد بریزین زردچوبه بریزید و زعفرون بریزید بعد آب جوش بریزین بعد بذار کف بعد کف مرتبط روغن بریزید بذار روغن داغ بشه بعد اینو بریزید هم روش حباب حباب شد برنج در کرده بریزید بشه و موقع که موقعش اضافه هم نه خودم همیشه موقعمو چیز میکنم مگنیت میکنم بعد میریزم موقع ازم هر نوع موقع حالا تالا قرمه سبزی رو تو زندگی درست نکردم و اگه هم قرمه سبزی رو درست کنم حتما گوشت خورشتیم و حتما از یه روز قبل مریض میکنم مواد مریض هم که توی حالت استوری گفتم توی اینستاگرام به این حتما میبینیم دیگه اینجا لو نمیدم که شیر نه من راز لاغری عرفان شبا شنیسل میخورد صبح صبحونه نمیخورد نونو برنجم کنن هست کرد که بریزش مود و شد اما خوب شد الان اگه بخواه لاغر باید دهنشو ببنده بخواه لاغر و برای خودش محدودیتش سخت هم نذاره من شنیدم چیزم خیلی خوبه یوگا هم خیلی خوبه چی؟ یوگا یکی از هم کلاسی من تو زبان میرفت یوگا میگفت این ورزش که من چندین کیلو وزن کم کردم راست میگه خیلی انرژی میگیره از بدم یوگا ما موقع دبستان بودیم ما از طرف مدرسه فوقا برای میبردن یوگا از بسیار یوگا راز بود خیلی خوب بود آره دیگه همین از طرف مدرسه میرفت همون شد به پایان آمدی دفتر هکار همچنان تا بدای بعدی تا بدای بعدی میبینید امیدوارم که از این بدای خوشتون اومده باشه لایک و سابسکرایب من خود خدا نگهدار اگر میخواین لاغر بشین مطمئن باشین به خودتون ایمان بیارین و مطمئن باشین که میشین فقط باید اعتماد به نفس داشته باشین و اراده تو به عمل لاغری هم خط بکشی فرد جایتی میتونی هم گرون خیلی هم به درد نمیخوره هم شما را از همه چی محروم میکنه دقیقا عمل لاغری و غذا خوردن کم و من عادت دارم بچه ولی با چیزم خوبه کم کنه غذا خوردن ماش به کله های همه دو چیز غذا هم خیلی شاق میکنم مثلا سالاد ماست زیتون اونم حذف کنم خدافظ خدافظ به قول علی میگه خدافظ نمیگه خدافظ